قاصدک ها. این قسمت گربه شنی. وای چه بیابون داغی، هرچه زودتر باید یه جایی برای استراحت پیدا کنیم. نه نه اینجا نشینیم، خیلی گرمه. دوماتون از گرما سوخته؟ وای نگه دونه، دومه داره آتیش میگیره. داردونه ریزونه، بگیه دونه کمک کنی. آخیش مثل این که بالاخره خاموش شد. گردونه خوبی؟ خدا رو شکر که خوب شدی. دردونه؟ ریزونه؟ کجا این پس؟ بچه ها با این شنای داغ که نمیشه اینجا استراحت کرد، باید سایه ای چیزی پیدا کنیم. آفرین ریزونی باهوش، زودی بریم که هلاک شدیم از گرما. حالا چجوری هر سه تاتون میخواییم تو سایه بشینیم؟ گردونه؟ ریزونه؟ این چه کاریه؟ بچه ها بچه ها، این که دعوا نداره، میتونین سایه رو با هم شریک بشین. منظورم از شریک شدن این نبود که. چه فکر خوبی. بچه ها دردونه میگه زیر شنا از سطحشون خیلی خنک‌تره، پس اگه زمین یکم بکنیم میتونیم به یه جای خنک برسیم. فکر کنم بشه با این چوبا زمین کرد. خب اینم از این. خسته نباشید قاصدکای مهربون. این چیه زیر زمین پیدا کردی ریزونه؟ مواظب باش گردونه. نه ترس ریزونه، این پنجه های بزرگ برای حفاظت دوستمون از گرمای شناست. به دندونه تیزش نگاه نکن، میخواد با هم دوست شه گردونه. با این موجود نازنازی کجا میریم؟ چه خوب. بچه ها دردونه میگه دوست جدیدمون داره میبردشون به خونش تا از گرما نجات پیدا کنن. ریزونه میگه توی خونه این حیوان خیلی تاریکه. آره ریزونه خیلی تاریکه، ولی از گرما که بهتره. دست و پاهاش کوتاهه، رنگ خالش سیاهه، پشمالو و قهوه ای، پنجش پهن و پنبه ای، چند و دندونش ریزه، گوشاش حسابی تیزه. یه گربه شب گرده، شب تو صحرا میگرده، تو شنها داره خونه، شکارچیه نمونه. تو خونه این حیوان کدو؟
جای گلاب. گربه شنی یه گربه پشمالو و خال داره که تو بیابون زندگی میکنه و از گربه های معمولی یک کمی بزرگتره. گوشهای گربه شنی خیلی تیزه و صدای هر چیزی رو که روی شنها حرکت میکنه میشنوه. گربه شنی برای اینکه گرمای بیابون اذیتش نکنه، صبحا بین شکاف سنگا یا سوراخ‌های توی شنها میخوابه و شبا به شکار میره. گربه های شنی پرنده ها و حشره های کوچیک رو میخورن و از خوردن اونا آب بدنشون رو به دست میارن. گربه های شنی برای اینکه غذاشون سالم بمونه، اونا رو زیر شنها قایم میکنن تا هر وقت که گرسنه‌شون شد برن سراغش. چه فکر خوبی گردونه. آخیش چقدر اینجا خوبه، چقدر هم هواش خنکه. خوب شد گربه شنی اومد، وگرنه تو الان کباب شده بودیم. گربه شنی درست میگه، بهتره مثل اون شب که هوا خنک میشه به سفرمون ادامه بدیم. ولی تا اون موقع چیکار کنی؟ گردونه میگه بهتره تا شب بخوابیم. منم با گردونه موافقم، بهتره استراحت کنیم که برای ادامه سفر خسته نباشیم. عصرتون بخیر قاصدکا. خدا نگهدار بچه ها.